سرخط خبرها. قرار است وضعیت افغانستان در سازمان ملل تا 3 روز دیگر مورد بررسی قرار گیرد. شماری از زنان در ولایت کنر نشست اعتراضی برگزار کردند. وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید میان دستور خدا و ملا هبت الله هیچ فرقی وجود ندارد. خودکشی یک دختر دانش آموز در ولایت غور. یک جوان در ولایت فاریاب خود را حلق‌آویز کرد. دولت ایران میگوید اسرائیل تهدید جدی برای امنیت منطقه است. و کرونا در چین بار دیگر اوج گرفته است. با خبرهای تازه این ساعت از کانال زنگوله خوش آمدید. مشروع خبرها. قرار است وضعیت افغانستان در سازمان ملل تا 3 روز دیگر مورد بررسی قرار گیرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از ارائه آخرین گزارش ها در مورد این کشور تا 3 روز دیگر از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان خبر داده است. یونما پس از چاشت امروز شنبه خبر داده است که قرار است نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 20 دسامبر در شهر نیویورک آمریکا برگزار شود. بر بنیاد معلومات نشر شده انتظار می رود در این نشست آخرین گزارش فصلی دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد اوضاع افغانستان و شورای امنیت ارائه شود. یونما گفته است که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد رضا اوتان بایوا رئیس یونما نیز سخنرانی خواهد کرد. شماری از زنان در ولایت کنر نشست اعتراضی برگزار کردند. خبرنگاران محلی از ولایت کنر گزارش دادند که ده‌ها زن در اعتراض به محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر آنها یک نشست اعتراضی برگزار کردند. منابع امروز در صحبت با رسانه‌ها گفتند که زنان در این نشست در مورد مسدود بودن مکاتب دخترانه یا بالاتر از صنف ششم و کمرنگ شدن حضور زنان در اداره‌های دولتی اعتراض کردند. منابع افزودند که این زنان باشندگان ولسوالی‌های مختلف کنر و شماری از جامعه مدنی در حکومت پیشین بودند. این زنان از جامعه جهانی می‌خواهند تا برای پایان دادن به محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان بر طالبان فشار وارد کنند. این نشست اعتراضی در حال برگزار می‌شود که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان محدودیت‌های فراوان فراراه تعلیم و کار زنان و دختران وضع شده است. وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید میان دستور خدا و ملا هبت الله هیچ فرقی وجود ندارد. مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید که میان دستور خدا و ملا هبت الله فرقی نیست. وی در سفری به قندهار در دیدار با استادان و مسئولان دانشگاه‌های خصوصی در این ولایت گفته است امر خدا با امر ملا هبت الله آخونزاده از هم تفاوت ندارد، بر خاطر اینکه هر دو برگرفته از کتاب خدا است. وی خطاب به استادان دانشگاه‌ها گفته است که حفاظت از نظام طالبان وظیفه و فریضه همه است و مردم نباید مانع تطبیق دستورات امیر شوند. ندا محمد ندیم پیش از این نیز گفته بود که جنگجویان طالبان برای تثبیت سویه علمی و ارزیابی مدارک تحصیلیشان نیازی به امتحان دولتی ندارند و امتحان گرفتن از آنان کاری است توهین‌آمیز. یک دختر دانش آموز در ولایت غور خودکشی کرد. منابع محلی از ولایت غور میگویند که یک دختر دانش آموز در این ولایت خود را حلق‌آویز کرده و به زندگیش پایان داده است. خبرنگاران محلی در صحبت با رسانه ها گفتند که حوالی ساعت 4 عصر امروز یک دختر دانش آموز در منطقه دره قاضی از مربوطات شهر فیروزکو مرکز ولایت غور خود را حلق‌آویز کرده است. منابع گفتند که نام این دانش آموز آزیتا بوده و 13 سال سن داشته است. خودکشی یک جوان در ولایت فاریاب.
خبرنگاران محلی از ولایت فاریاب از خودکشی یک جوان در این ولایت خبر می‌دهند. این رویداد روز گذشته در روستای میدانک ولسوالی قیصار فاریاب رخ داده است. حمیدالله بوچکن سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در فاریاب بر رسانه‌ها گفت که این جوان عبدالله نام داشته که خود را حلق‌آویز کرده است. با گفته آقای بوچکن این جوان به دلیل خشونت‌های خانوادگی خودکشی کرده است. سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در فاریاب افزود که در پیوند به این رویداد هنوز کسی بازداشت نشده است. گفتنی است که رویدادهای خودکشی در این اواخر در ولایت فاریاب افزایش یافته. علت بیشتر این رویدادها فقر و خشونت‌های خانوادگی خوانده می‌شود. ایران میگوید اسرائیل تهدید جدی برای امنیت منطقه است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز گذشته با نشر توییت گفت که اسرائیل تهدید جدی برای امنیت منطقه است و افزوده است که این رژیم صدها کلاهک هسته‌ای دارد. امیر عبداللهیان گفته است که رژیم جعلی و نامشروع اسرائیل اشغالگر و جنایتکار دارای صدها کلاهک هسته‌ای است و افزوده است که بدون تردید میتوان گفت که آینده از آن مردمان اصیل فلسطینی است. و خبر اخیر این که کرونا در چین بار دیگر اوج گرفته است. دولت چین از افزایش دوباره کرونا در این کشور خبر داده و قرار است این کشور بار دیگر به قرنطینه برود. مسئولان شهر شانگهای چین به همه مکتب‌ها دستور دادند که از روز دوشنبه 28 قوس به دلیل افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا صنف‌ها را مجازی برگزار کنند. در همین حال در یک بیانیه اینترنتی اداره آموزش شانگهای همچنان دستور تعطیلی کودکستان‌ها را نیز صادر کرده است. از 10 روز پیش که دولت چین سیاست‌های شدید مقابله با کووید 19 را رها کرد، موارد ابتلا افزایش یافته و نگرانی‌های وجود دارد که زیرساخت‌های بهداشتی این کشور آمادگی مقابله با افزایش سریع بیماران را نداشته باشد. اخیراً و پس از تظاهرات کم سابقه در چین علیه محدودیت‌های شدید مبارزه با کرونا، دولت چین برخی از اقدامات سختگیرانه از جمله اعزام مردم به مراکز یا اردوگاه‌های قرنطینه را لغو کرد. معترضان در شهرهای مختلف چین خواستار پایان دادن محدودیت‌ها بودند. در همین حال شواهد از موج تازه مرگ و میر ناشی از کووید 19 در پکن مشاهده شده است.